فراوان به برنامه دیگر از نگاه روز از کانال جدید خوش آمدید. من نگار نادری به همراه همکارم حامد جمالی این برنامه را تقدیم حضورتون میکنیم. گسترش اعتراضات علیه تبعید زندانیان سیاسی. در طول هفته های اخیر شاهد تبعید تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به زندانهای مختلف بودیم. هدف رژیم از این تبعیدها چیست؟ همراه هستیم با شیوا محبوبی، مهمان عزیز برنامه، تا به پرسش‌های ما پاسخ دهند. سلام شیوای عزیز، به برنامه ما خوش آمدید. سلام می‌کنم خدمت شما و تبریک سال نو. ممنونم. کدام یک از زندانیان تبعید شدند؟ بله، من خب طبعا تعداد زیادی از زندانیان در طول سال‌های اخیر تبعید شدند، ولی اگه اشاره بکنم به تعدادی که اخیراً در واقع تبعید شدن، میتونم از سپیده قلیان شروع کنم که اخیراً با دستبند و پابند بردن میدون انقلاب، ایشون رو گردوندن و تبعید کردن به زندان بوشهر. آتنا دائمی رو به لاکان رشک و رخ ایرایی رو به زندان آمل، مریم اکبری منفرد رو به زندان سمنان، پدیده فراهان مژگان کشاورز رو به قرچک منتقل کردن، هرچند تعداد زیاد بیشتری رو به قرچک منتقل کردن. اینو فقط تعدادی از اسامی هستش. و همینطور اسماعیل عبدی به قزل حصار، کسرا نوری از دراویش گنابادی هستن که به عادل آباد شیراز منتقل شدن، زینب جلالیان بارها به زندانهای مختلف از جمله کرمانشاه و همینطور ماکو تبعید شده بود. کلن تعداد زیادی از اینها هستن که فقط این اسامی، طبعا تعدادی از این زندانیان هستن که به زندانهای مختلف که دورتر از محل سکونت خودشون و خانوادشون هستش تبعید شدن. و من اینجا هم بگم که این زندانهایی که تبعید شدن عمدتا زندانیایی هستن که زندانیان عادی رو در اون نگهداری میکنن. آیا تبعید کردن زندانیان یک امر عادی به حساب میاد و اینکه هدف رژیم از این کار چی هست؟ خب امر تو قاموس بین المللی نگاه بکنین، نه خیر، عادی نیست. اصلا طبق قوانین حتی شما اگه زندانی بودن هم قبول داشته باشن، باید زندانی در زندانی باشه که در واقع محل سکونت خودش هست، شهری که اونجا هست، عادی نیستش. اما جمهوری اسلامی به معنی برای جمهوری اسلامی عادیه، چون سالهای سال، هرچند به این شدت نبوده، زندانیان سیاسی رو تبعید میکرد به زندانیای مختلف و این زندانیان رو تبعید میکرد به قصدهای مختلف. اولا یک بخش عمدهش فشار شکنجه روحی روانی به زندانی و خود خانواده هستن. خود من اینو میگم چون بارها وقتی که زندان بودم به زندانهای مختلف من رو تبعید کردن و هر بار شما رو تمام وسایلتو میگیرن، شما رو میبرن یه زندانی که هیچ کسی رو نمیشناسی. تو این موارد اخیر به زندانهایی که با زندانیای عادی رو نگهداری میکنن، این رو میگم به خاطر اینکه شرایط بسیار وحشتناکی داره. یکی مثل گروخ ایرایی رو تمام وسایلش رو ازش گرفتن وقتی که بردنش، آتنا به همین شکل. منظورم اینه که بخشش فشار روحی روانی هستش که به زندانی، و این قابل تأکیده، و به خانواده زندانی میاد، به خاطر اینکه وقتی که زندانی در جای دوردستی تبعید میشه، خانواده امکان اینو نداره که مرتب به ملاقاتش بره. از یه طرف میخوان زندانی رو تحت زندانیا رو از همدیگه جدا کنن. شما همین جوری ببینید این لیستی که من خدمتتون گفتم، اینا زندانیان شناخته شده ای هستن که صدای اعتراض تو زندان ها هستن. مخصوصا میخوان این زندانیا رو از زندان اوین بیارن بیرون. یه بخش فشار روحی روانی، یه بخش جدا کردن این زندانیان، یه بخش دیگرش گذاشتن این زندانیان در زندانهای عادی در معرض خطر قرار گرفتن، چون که بهشون اصابت بشه، حمله بشه توسط برنامه‌ریزی که مسئولین زندانها میکنن، چه اینکه در معرض بیماری‌های واگیر و خطرناک قرار بگیرن و بعد بگن اینا جونشون رو از دست دادن. یکی مثل علی رضا شیر محمد علی که بود، دقیقا مورد اصابت قرار گرفت. سهیل عربی بارها مورد اصابت و حمله قرار گرفته. و از طرفی به نظر من یک نقشه بزرگتری که به ارزیابی خود من دارم این هستش که میخوان زندان اوین رو ببندن.
زندان اوین یک سمبل هستش. زندان اوین جایی هستش در سطح دنیا جمهوری اسلامی هر چی میگه ما زندانی سیاسی نداریم نمیتونن. یه نگاهی میندازیم به زندان اوین و این پروژه رو از سال 2015 داشتن که زندان اوین رو کاملا خراب کنن، پارک روش درست کنن اونجا رو و زندانیا رو منتقل کنن. در این حال یادمون نره انتقال و پراکنده کردن زندانیان سیاسی، مخصوصا زندانیان سیاسی معترض، به شهرهای مختلف، به زندانهای زندانیان عادی، این روشی هستش که بتونه این زندانیان رو پراکنده کنه و با هم نذاره. و به نظر من فشار شکنجه روحی روانیش بیشتر از هر چیزی هستش. سایر زندانیان سیاسی نسبت به این عمل حکومت عکس العملی داشتن و اینکه روحیه زندانیان سیاسی در شرایط فعلی رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ و ببینین روحیه زندانیان سیاسی رو میشه از چیزایی که مینویسم یکی بگیم. آتنا دائمی رو وقتی به زندان لاکان رشت فرستادن یه پیامی فرستاد گفت صدای اعتراض من بالاتر خواهد بود. یکی مثل سپیده قلیان یه نوشته هایی داد بیرین و در مورد قساوت قوه قضاییه حرف زد. از طرفی وقتی که نگاه میکنین ما شاهد این هستیم که 18 زندانی سیاسی از زندان رجای شهر از جمله آرش صادقی، سهیل عربی، جعفر عظیم‌زاده، سعید ماسوری نامه دادن در رابطه با پرونده سازی و تبعید این زندانیان. حدود 34 نفر در زندانهای مختلف دست به اعتصاب قضا زدن. یعنی وقتی شما نگاه میکنین همین اعتصاب قضا که اعلام کردن و تعدادی هم از اول فروردین برای 3 روز شروع کردن، اینها زندانیایی هستن در جاهای مختلف، در یک زندان نیستن. ولی چیزی که هستش ببینین نبض اعتراض زندانیان به نبض اعتراض تو جامعه ربط داره. شما همونطور که قشنگ شما میتونید مقایسه کنید، همونطور که در یک شهری در ایران اعتراضی هستش در شهرهای دیگه هستش، مهم نیست کجا هستین. در زندان هم همین اتفاق میفته. سپیده از یک زندان، گرروخ از یک زندان، آتنا از یک زندان، همه اینها از جاهای مختلف دارن اعتراض میکنن. رو ببینید خیلی وقتا خود این زندانیان واقعا اینقدر تفکر انسانی دارن، میگن ما وقتی که به زندانیان عادی میریم از جمله قرچک ما در مورد اون افشاگری میکنیم. ما از طریق عمدتاً این زندانیان زندان قرچک رو همین حالا میشناسیم که چه بلایی سر این زنان میاد. به این دلیل روحیهشون ببینید اینا مبارزه است، چه تو جامعه باشه چه تو زندان باشه، و این مبارزه رو ادامه دادن. در نتیجه رژیم نتونسته با این تبعید کردن کاری بکنه. در این حال خود فریاد این زندانیان باعث شده که تشکل‌های مختلف، چند تا تشکل‌های فرهنگی صنفی قزوین، رشت و جاهای مختلف اعتراض بکنن. مشخصا اعتراض اونا در رابطه با عبدی بوده، ولی به طور عموم روحیه زندانیان، اینا زندانیایی هستن که شکست نپذیرن. اینجوری بهتون میگم جمهوری اسلامی نمیتونه اینا رو بشکنه، چون این صدای اعتراض مردم هستن و به همین دلیل همین حالا هم اعتراضشون رو از قلب زندان، از جایی که هیچ خبری حتی تماس تلفنی نمیتونن داشته باشن، صداشون همچنان رساست. و در آخر اینکه فضای داخل ایران رو چگونه میشه علیه این تعرض‌ها به زندانیان سیاسی بسیج کرد و اینکه شما در سطح جهانی چه کاری رو خواهید انجام داد، اگر که ممکنه کوتاه پاسخ این سوال رو بدید؟ من در رابطه با خودمون بگم ما یک سری کمیته زندانیان سیاسی یک سری اقدامات رو در دست داره و مخصوصا در رابطه با زندانیان سیاسی زن و فشار آوردن نه تنها به سازمان‌های جهانی بلکه همراه کردن تشکل مدافع زنان و مدافع آزادی که به رژیم جمهوری اسلامی فشار بیارن. اما در رابطه با اون بخش سوالتون که مثلا من خیلی مهمه که خود جامعه چجوری میتونه، من فکر میکنم ببینین تبعید این زندانیان رو باید به عنوان یک تاکتیک و یک روش سیستماتیک و هدفمند جمهوری اسلامی دید. و اگر این رو ببینیم پس باید این اعتراض در متن جامعه باشه. من فکر میکنم جایی مثل تشکلای فرهنگی که در رابطه با اسماعیل عبدی اعتراض کردن، باید این اعتراض در رابطه با تمام زندانیان باشه. حالا جاشه که تشکل‌های مختلف در داخل ایران، سندیکاهای مختلف نامه بدن، پیام بدن و اعتراض بکنن به این تبعیدها. جای این هستش که مردم در مقابل
زندان ها تجمع کنند. جای این هستش که مردم در مقابل مجلس و دفاتر رسمی تجمع کنند و خواستار آزادی اینها بشن و بگن حق نداریم این زندانیان رو به زندان های مختلف بفرستین و براشون پرونده سازی کنیم، چون در نظر داشته باشین این تبعید همراه با پرونده سازی هستش و به همین دلیل این تبعید باید نه تنها از داخل زندان که اعتراض کردن، باید در جامعه این اعتراض به صورت سراسری باشه در همون شهرهایی که این عزیزان رو تبعید کردن. ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. با تشکر. سپاس از شما که همراه برنامه نگاه روز بودید. تا نگاه روز دیگر، بدرود.